سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. کمتر از یک هفته تا یکی از باشکوه ترین، چند ملیتی ترین و میلیونی ترین مراسم هایی که داره برگزار میشه، هر کسی به هر شکلی تونسته داره سنگ تموم میذاره. یه رفیق عزیزی به من پیام داده بود، بخشی از این سنگ تموم البته تو این مسیر فیلماشو میخوایم ببینیم. پیام داده بود، گفته بود تو فرانسه دارم یه جایی کار میکنم، توی رستورانی که با مخاطب سر و کار دارم، با افراد سر و کار دارم. بعد میگفت دارم فیلم های اربعین و این چیزهایی که شما میفرستید و براشون میذارم. میگم یه همچین اتفاقی داره میفته، مردم این شکلی تو این مسیر حواسشون به هم هست و سنگ تموم برا هم میذارن و هر کسی هر کاری میتونه داره سعی میکنه انجام بده. میگفت بخشی از کسانی که اینو دیدن کاملا حیرت زده شدن، هیچ بهم گفتن میخوایم بریم اینجا رو. اگر شد توضیحات بیشتر باید دربارش پیدا کنیم، این مسیر رو بریم. این شاهکاره، این کاری که رفقا دارن انجام میدن، با دیگران به اشتراک میذارن، برای دیگران توضیح میدن، این حرکت رو بسیار ارزشمنده. بعضی از دوستان دودل بودن، یکی به من پیام داده بود میگفت من دودل بودم برم یا نرم و مسیرش برام هموار نبود، یا اتفاقاتی افتاده بود، حالا ما از این که بریم یه خورده دور شده بودیم. میگفت اون عکس شهیده رو که دیدم تو کانال، گفته بود که من میخواستم برم کربلا، نشده. اگر کسی رفت عکس منو ببره اونجا و از طرف من زیارت بکنه. میگفت به خاطر این من راه افتادم برم. بسیار این جنس اتفاقاتی که داره میفته محشره، فوق‌العاده است و حس هر کسی که این روزها این داستان رو میبینه مثبت میکنه. میخوایم بریم بخش از فیلم ها و تصاویری که منتشر شده رو با هم ببینیم و بررسی بکنیم، ببینیم که دقیقاً چه چیزی در کربلا در جریان است. دوستان فیلمی رو دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید، اجازه بدید فیلم رو با هم ببینیم. جمعیت پرشوری که این روزها به راه افتاده است به سمت کربلا، دسته های بعضن چند هزار نفری که الان در مسیر هستن، گروه های چند نفری هر کدوم دلی خودشون جمعی راه افتادن دارن میره. این فیلم برای 6 صبح، من صدا رو کم بکنم، 6 صبح چه جمعیتی راه افتاده، هر کجا رو نگاه میکنی جمعیته. هر سال از سال بعد شروع. بسیار عالی. فیلم بعدی رو با همدیگه ببینیم. این جنس از پذیرایی عراقی ها به شدت مورد توجه کاربرها قرار گرفته. ببینیم بخشش رو، برمیگرد نکاتی دارم عرضم کرد. یک سال کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن که به پول برسن، که با آن پول سنگ تمام بگذارن. برای کسانی که میهمان آنها میشوند. اصلا حیرت آوره، اون چیزی که داریم میبینیم حیرت آوره. من یه چیزی رو دیشب توی کانال گفتم، اینجا میخوام با شما دوستان در میون بذارم. درباره آخرالزمان بحثای مطرح هست، آقا کسی میآید هدایتگر فلان بیساره، آقا میاد که چی بشه؟ میاد که چی بشه؟ میآید جهان را آباد بکند، آزاد بکند. اوکی، چه شکلی میشه وقتی بیاد این کارا رو بکنه؟ دنیا چه شکلی میشه؟ اینو یه توضیح به من میدی؟ من میخوام اینم، دنیا چه شکلی میشه وقتی او بیاد؟ اشاراتی به این موارد شده. من یکی دو موردش رو دیشب توی کانال گفتم. مثلا یکی از چیزایی که مطرح شده اینه، میگه طرف از خونش، حالا برای اینکه تصویر سازی بکن ما بفهمیم چه شکلی توضیح دادن، میگه طرف از خونش خارج میشه، میخواد بره یه خریدی انجام بده و مسئله مهمه، یادش رفته پول ببره. اونجا تو خیابون از یک نفری که رهگذر هست سوال میکنه، آقا مثلا فلانی یه مبلغی تو به من بده، من میخوام برم این خریدو انجام بدم بیام. و میگه اونجا از اون کسی که در حال عبور هست با هم صحبت میکنه، مبلغ رو میگیره بره خریدش رو انجام بده. آ چی شد این پول جمع کرد یه سال که بذاره تو جیبش، او برسه از این پول بخواد این پول رو به اون بده بره، بر چه اساسی بهش پول داد؟ اصلا چرا این کاری کرد؟ که این کاریکاتوری انگار، ها، شبیه واقعیت نمیتونه باشه. چرا تو اربعین داری میبینی؟ تو اربعین داری ببین. من نمیخوام بگم که مثلا اون چیزی که از زیبایی های یک حکومت آخرالزمانی، یک حکومت ماورایی گفتن، اینیه که تو اربعین میخوایم ببینیم. من اصلا حرفم یه چیز دیگه است.
من میخوام بگم هر چیزی بخواد اتفاق بیفته تو باید زمینه چینیشو بکنی. این زمینه چینی اونه، این زمینه چینی اونه. فیلم منتشر شده از آمریکا، روی صحبت من دارید مشاهده میکنی. 4 تا آدمی که وضعشون خوبه، پولدارن، نشستن توی یه ماشینی، ماشینا مدل بالا، رفتن از یه دستفروشی، دستفروشا رو دارن غارت میکنن. این یه مدل سبک زندگی، این یه چیز دیگه است داره تعریف میشه. این مدل شبیه اون چیزی که دارن تعریف میکنن از اون آخر زمانه. میگه آقا هزینه میدی، سختی میکشی، بدبختی میکشی که هدایتگر بیاید، که عقل جمعی انسانها به کار بیفتد، که بعدش این تعاریفی که داری میگیم رو این تو اربعین داری میبینی. اربعین شبیه هست به زمین سازی برای اتفاق، شبیه هست به جا انداختن یک اتفاق، شبیه هست به کمک برای ترویج یک فرهنگ. فقط مسئله تمدنی نیست، انسانی هم نگاه بکنیم، بشریت نیاز دارد که اینها ترویج بشه. فیلم ببینیم، فیلم با هم ببینیم. فیلم ها خیلی بهتر و خاص‌تر از چیزایی که من میخوام بگم حرف میزنه. یه خودروی مدل بالایی رو ورداشته آورده مسافرکشی میکنه زوار رو ببره کربلا. فیلمو دارید مشاهده میکنید، از شلمچه به راه افتاده در مسیری که زوار را به کربلا برسن. بعدش رو ببینیم، پذیرایی مخصوص از زائران اربعین توسط موکب مردمی اشایر در لرستان. فیلمو ببینیم، دمشون گرم، دمشون گرم. اهل سنت چه سنگ تموم میگذاشتن در کردستان، در سیستان و بلوچستان. دمتون گرم، دمتون گرم. اصلا هر چی بگیم کمه، هر چی بگیم کم. این اتفاق مصادره شدن این توسط یک مذهب نیست، یک مسئله فرامذهبیه، یک مسئله فرادینیه، یک مسئله انسانیه. به خاطر همین هست که هر کسی داخل این داستان میشه، پرچم رو به دست میگیره، خودش رو صاحب نظر میدونه، خودش رو صاحب سبک میدونه، خودش رو میزبان میدونه. و درستم هست، کاملا هم درسته. بعدی رو با هم ببینیم. سه چرخه خودش رو، خدا به خیر کنه ما سوتیامون بیشتر نشه، سه چرخه خودش رو به راه انداخته تو این مسیر و تاکیدم میکنه، میگه اومدم در خدمت زوار باشم. بعدی رو ببینیم، بعدی رو دارید روی صحبت ما مشاهده میکنه. این خیلی جالب بود، من شنیدم که، حالا کپشن رو برای شما میخونم. این ویدیو رو من جاهای مختلف دیدم ولی کسی این کپشن رو نزده بود. این اولین بار اینو میبینم. گفته یه شرکت دانش بنیان اومده یه دستگاهی طراحی کرده برای یک خانومی که این توی رفت و آمد چالش هایی داشته به خاطر کسالتش و به خاطر مسئله از این دست چالش هایی داشته. اینو اختراع کرده که اون بتونه تو این مسیر طولانی اربعین بره زیارت بکنه بیاد. ببینیم بخشش رو با هم. بذار من صداشو قطع کنم. این شرکت دانش بنیان ایرانی گفته که اومده یه دستگاه ساخته، این اختراع رو اون خانم خریده، باش رفته پیاده روی اربعین. این فیلمو داریم میبینیم. کاش بیشتر بشه برای همه اون کسایی که کسالت دارن، سختشون تو این مسیر راه افتادن، و اونایی که نمیتونن بیان دوست دارن تو این مسیر باشن به دلیل کسالت‌های جسمی نمیتونن. ان شاءالله اونا هم بتونن شرایطی فراهم بشه در این مسیر حرکت بکنن، نه به خاطر اینکه ما میخوایم بگیم ببین ما چقدر زیادی میبینی، ما اصلا از این بحث. آخه میدونی این چیزای چیپی که من الان دارم میگم داره واقعا گفته میشه، یعنی واقعا یه سری وطن فروش دارن شیون میکنن، میگه اینا دارن جمعیتشون رو به رخ عالم میکشن. اصلا چه ربطی داره، چه ربطی داره؟ انسان ها در حال مرگ هستن در غرب. اون کسی که تو غرب میره از فلان فروشگاه با فک و فامیلش جمع میشن، با رفیقاش جمع میشن برای سرگرمی غارت میکنن. اون گروه هایی که توی لندن حوصله شون سر میره، فراخوان میزنن برن از مثلا مغازهای لوکس غارت بکنن پول بدوزن. اون بدبختم که مثلا اون مغازه رو زده، اونم یه بالاخره یه داستانی داشته دیگه، از این کسب و کار می‌خواسته به چیزی برسه. کسی بیغم نیست تو این دنیا که تو وقتی غارتش میکنی، اون بدبختم داره بدبخت میشه از این داستان. بدبخت هست داره بدبختر میشه. انسانیت داره میمیره در غرب، در شرقش هم همین شکلی. البته به ویژه اونایی که دارن از سبک زندگی غربی پیروی میکنن، این زنده میکنه انسان‌ها رو. مسئله اربعین زنده میکنه انسان ها رو. این که من تلاش میکنم، دست و پا دارم میزنم با همه وجودم، بگیم آقا کمک کنیم دیده بشه، کمک کنیم پرشور بشه، برای این نیست که ما بخوایم به دیگران بگیم ما ادعاده‌ای داریم، ما خفنیم، ما فلانیم، ما یک چند ملیتی رو اومدیم سر هم کردیم، ما نمیدونم چی داریم. نه، به خاطر اینی که ازش یاد بگیرن و ازش یاد بگیریم. بریم ادامه‌شو ببینیم، بریم ادامه‌شو با هم ببینیم. فیلم دیگری رو دارید مشاهده میکنید، کاروان دبیرکل اصحاب اهل حق برای خدمت رسانی به ایرانی ها.
مشابه همین رو گروه های مختلف عراقی انجام دادن، شروع کردن اصلا فیلم ها، صحنه ها و ویدیوهایی که یکی از یکی محشرتر، یکی از یکی بی‌نظیرتر. پلیس در دو طرف مرز، ارتش در دو طرف مرز، نیروهای مسلح چه ایرانی چه عراقی، همه در حال خدمت رسانی به مردم. اصلا صحنه هایی را اربعین برای ما رقم زده است که مشابهش رو در شرایط عادی نمیتونیم ببینیم. اون فیلمه که چند روز پیش پخش شد، یه آمریکایی بود میگفتش که اصلا هیچ وقت نمیتونن تصور کنن تو آمریکا مردم اینجوری رفتار بکنن. کاش بشه اینا در جاهای دیگری هم مدلش اتفاق بیفته. کاش ما بتونیم به بقیه اینو از ما الگو بگیریم، اینو از انسانهایی که اینجا دور هم جمع میشن الگو بگیریم. این شاهکاره، دنیا به این نیاز داره. ادامش رو ببینیم. بله، خودروهایی که آمده اند برای کمک به زوار، به ویژه کمک به زوار ایرانی، با تصاویر دبیر کل اصحاب اهل حق، جنرال قهرمان چند ملیتی مقاومت حاج قاسم سلیمانی و قهرمان سلحشور گمنام مقاومت. گمنام میگم چون مردم خیلی ایشان را نمیشناسن. شهید حاج ابو مهدی مهندس. تصاویر دارید روی صحبتی ما مشاهده میکنید. بسیار بسیار زیاده این جنس از ویدیوها، این جنس از تصاویر بسیار زیاده. بذارید من یه سر بگردم توی ویدیوهایی که شما برام فرستادین، چون اینا هم خیلی حرف داره برای گفتن. یکی دوتا از رفقا مثل شهروند خبرنگار راه افتادن، لطف کردن برای ما، دارن ویدیو از کربلا میفرستن. یه رفیقی، یک نور چشمی که راه افتاده، خیلی هم داره زحمت میکشه، شنیدم سرما خورده تو مسیر داره میره، سرما هم خورده. الهی که سلامتیتون رو زودتر به دست بیارین. الهی که رفقای ما همه اونا که توی مسیر هستن حالشون زودتر خوب بشه و سربلند و سلامت باشن. چند تا از ویدیوهاشون رو ببینیم. این ویدیو، این محشره، این اصلا اینی که میخوام برای شما بذارم محشره. یک عراقی ایستاده با به اصطلاح خودمون حال هوای بسیار برافروخته و خشمگین در مقابل موکبی که میخواد پذیرایی بکنه از زوار، شوخی هم نمیکنه، بسیار جدی، با یه لحن بسیار جدی فریاد میزنه بر سر کسانی که میان که باید بری پذیرایی بشی. ببینیم ویدیو رو. فیلم ها رو دارید مشاهده میکنی. بعد یه خیلی جالبه، یه جاهایی یه نیروی نظامی اونجا میره، اونم کمک میگیره، اونم میاره اون کمک بکنه که بتونن از زوار پذیرایی بکنن. همه اون کسانی که جمع شدن تو این مسیر انصافاً سنگ تموم گذاشتن، انصافاً دارن زحمت میکشن، انصافاً اتفاقی رو دارن رقم میزنن که این اتفاق بی‌نظیره، انصافاً کاری رو دارن میکنن که این کار تاریخ سازه و بسیار ارزشمنده. یه سوال، آخ ببینیم ویدیو رو، ببینیم ویدیو. چه انرژی میذاره، آخ چه توانی داره میذاره. ابو علی که هم متابع ابو علی.
بله، صحنه هایی رو داریم مشاهده میکنیم که بسیار خاص، ویژه و قابل تعامله. بریم بعدی رو ببینیم. آخه میترسم بریم تو این ویدیوها دیگه غرق بشم نیام بیرون. یکی جذابتر هی باید توضیح بدم. دو تا نکته میخواستم بگم از یک مسئله. این داستان رو همه ماهایی که داریم رقم میزنیم، یعنی داریم تلاش میکنیم که آقا یه اتفاق مشی تو اربعین بیفته، همه همدلی بکنیم و هر کسی اون یکی رو مقدم بر خودش داشته باشه. بعد اربعین تو زندگیمون در جریانه؟ نه، تو زندگیمون در جریان نیست. دو تا نکته رو میشه ازش برداشت کرد. یکی از نکات این که اگه بتونیم اینو تو زندگیمون تداوم بدیم چقدر خفن میشه. یه حرفی رو شهید مدافع حرم حاج محمود شفیعی میزد به دوستانی که اینها جهادگر بودن. من شنیدم، از یکی از دوستان شنیدم، خودم سعادت نداشتم که در جریان قرار بگیرم. ایشون میگفتش که این شهید بزرگوار به ما میگفتش که شاید تو کلن یه بار بیای اینجا برای فعالیت جهادی و خدمت در مناطق محروم، ولی این یه باری که میای این سبک زندگی رو با خودت ببری. اگه کارمندی، پشت اون میزی که داری کار میکنی. اگه معلمی، پشت اون میزی که داری کار میکنی. اگه مثلا جای دیگری هستی، مغازه داری، تو اون محیطی که داری کار میکنی. میگو این یه بار بیای این سبک زندگی رو ببری، این از همه چیز بهتره. این سبک زندگی رو ما اگر بتونیم تداوم بدیم محشره. این نکته اول. نکته دوم، آقا ما داریم از انسانهایی صحبت میکنیم که بعد از اربعین ممکن هست، ممکنه خیلی پررنگ و زیاد دارم میگم، که اصلا مدل زندگیشون دوباره برگرده به سبک قبل. چی داره این ایام، چی داره این مدل رفتار، چی داره این همایش، چی داره که ما وقتی میایم همه اون سبک زندگی قبلیه فراموش میشه، همون سبک زندگی که بعد از اربعین دوباره بهش میچسبیم. ما مثلا یه جاهایی اگر حس بکنیم آقا اینجا من باید مقدم باشم بر بقیه، دوباره میریم تو همون سبک زندگی، تو همون قالب، ولی اینجا عوض میشیم. این چی داره؟ این داستان رو چجوری میشه توسعه‌اش داد؟ به همه اینها باید فکر کرد. به همه اینها هم ما باید فکر بکنیم، همونی که جامعه شناسه، همونی که فرهیخته است توی مملکت، هم افراد مختلف. تصاویر و فیلم‌ها یکی از یکی محشرتر. کسی دو دل هست حتما بره. آقا کسی نباشه که بگه مثلا 50-50 بودم موندم. حتما برو رفیق، حتما راه بیفتی مسیر. اگر کسی میتواند، جاهای مختلف هستن دارن پول جمع میکنن، افرادی رو بفرستن، جاهای معتبر، جاهای شناسنامه دار و رسمی دار، حتما کمک بکنید. کسی نمیتونه، آقا رفیقی هست حتی اگه باورمند نیستی، این مسئله مذهبی نیست، کمک بکنید دیگران برن. یه لشکر داره میره، شمشیرشو تامین کن، سربازشو تامین کن، کمک بکن که با همه توان بره. اگر جایی رو سراغ نداشین کمک بکنید که اینا به اصطلاح خودمون کسی رو راهی بکنن، به ادمین های ما بگید، ما به یاری خدا برای این قضیه برنامه داریم. و مهمتر از همه، اگر کسی رفت توی مسیر و اگر کسی نرفت، شبکه های اجتماعی دسترسی داشت، فیلم ها تصاویرش رو با همه توان پخش بکنید، هر کجا که میتونید، به هر شکلی سعی کنید برای بقیه جذابیتش رو توضیح بدید. ما به یاری حضرت، ما نه رسانه داریم، نه امپراتوری رسانه غربو داریم، نه شبکه های اجتماعی رو داریم با الگوریتم ها یکی رو خوشحال کنیم، یکی رو غمگین کنیم، یکی فلان کنیم، بیزار کنیم. همینه، همه ابزار ما با همین بازی رو ما میتونیم عوض کنیم، به شرط اینکه با همه وجود جدیش بگیریم، با همه وجود برش متمرکز بشیم و کمک بکنیم که به یاری الله این فرصتی که به وجود آمده است، این جمعیت میلیونی که راه افتاده، این فرصت از دست نره. طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.